بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بزرگ و توانا سلام خدمت همه شما بیننده های عزیز و ارجمند باز هم امروز شما را خوش آمدید میگیم به درس سوم ریاضی خب دوستای عزیز ما درس دوم خود را تا قسمت اعداد تام را رسانده بودیم اعداد تام را گفتیم از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت ادامه داره واحد مکملی اشیاء را نشان میده یعنی امی عدد اشاریه در بینشان وجود نداره مثلا سه اشاریه پنج باشه یا منفی دو اشاریه سه باشه همینطور یک چیز وجود نداره یا منفی دو است یا منفی سه است یا سه است این تو عدد واحد مکمل نشان میده خب موضوع درس دوم بود که ما در مورد اعداد تام صحبت کردیم میخوایم درس خود وصل بسازیم به اینکه ما درس سوم را دقیقا از ادامه درس دوم در اعداد نسبتی رساندیم خب امروز در درس سوم ست اعداد نسبتی ست اعداد نسبتی را خدمت حضور شما تقدیم میکنم ست اعداد نسبتی کدام سیتی اعداد است هرگاه هرگاه اعداد را بتوانیم اعداد را بتوانیم به شکل به شکل a بر b a بر b ارایه نماییم ارایه نماییم اعداد اعداد نسبتی است اگر ما بتانیم اعداد را به شکل A بر B ارایه بکنیم اموتر اعداد را اعداد نسبتی میگه A بر B A سرعت B مخرج سرعت هم باید تام باشد مخرج هم باید تام باشد یعنی واحد مکمل را نشان بده خب سیتی عداد نسبتی سیتی عداد نسبتی مثلا چهار بر سه یک عدد نسبتی است یک عدد نسبتی است صورتش هم تام است مخرجش هم تام است مثلا داشته باشیم اشتی بر افت یک عدد نسبتی است صورتش هم یک عدد است مخرجش هم عدد تام است امی ترتیب مثلا دوازده دوازده هم یک عدد نسبتی است ظاهرا ظاهرا اطور حس میکنیم که امی عدد نسبتی نیست و چون که ما میفهمیم هر عدد مخرج نداشته باشه مخرج از او عدد یک است پس یک عدد نسبتی گفته میتونیم امی ترتیب دوستای عزیز منفی 8 بر افت و امثالهم اینا کلنشان شامل ست عداد نسبتی میشه در قسمت منفی اشتی برفت برای تان تذکر داده شود که منفی که در بین کسر نوشته میشه گرچه در ویدیوهای بعدی هم در قسمت کسرها برای تان تشریح خواهد شد ولی فعلا باید بفهمین که وقتی منفی در بین کسر نوشته میشه اجازه داریم در بین امو ترتیب که است امو ترتیب بگذاریم و یا ای که امی منفی را برای صورت اختصاص بتیم یا برای مخرج ولی اجازه از این نداریم که هم زمان با صورت و مخرج اختصاص بتیم خب اینی در کل اعداد اعداد نسبتی است خب دوستای عزیز ما امی مجموع اعداد را که قبل ازی خواندیم به شمول تام به شمول کامل به شمول طبیعی کلنش میتونیم بگیم جزی اعداد نسبتی است جزی عداد نسبتی است یعنی عداد نسبتی را به این شکل هم نوشته کرده میتونیم کیو مساوی میشه به عداد طبیعی اتحاد عداد کامل اتحاد عداد تام کلنی از یا شامل ست عداد نسبتی است خب یک بار از ما اینطور سوال میشه که سه عداد نسبتی بزرگ خواهد بود یا سه عداد طبیعی جواب ما از رابطه واضح است که عداد طبیعی اعداد طبیعی با اعداد کامل با اعداد تام کلنی از یک جای شوه یک سیت اعداد نسبتی را میسازه پس به سراحت گفتم میتونیم که از اعداد طبیعی کرده از سیت اعداد طبیعی کرده اعداد نسبتی بزرگتر است یعنی در مثال دوازده شامل اعداد طبیعی است 12 شامل سی تعداد طبیعی است ولی 4 برسی شامل سی تعداد طبیعی نیست پس 4 برسی هم شامل سی تعداد نسبتی است 12 هم شامل سی تعداد نسبتی است یعنی سی تعداد نسبتی از سی تعداد طبیعی از سه تعداد کامل و از سه تعداد تام کرده بزرگتر خواهد بود خب امی ترتیب میاییم در قسمتی سه تعداد اعداد غیر نسبتی ست اعداد غیر نسبتی ست اعداد هستند که نمی توانیم امیره به شکل ای بر بی ارائه کنیم هرگاه هرگاه اعداد را اعداد را نتوانیم به شکل به شکل ای بر بی ارائه نماییم ارایه نماییم اعدادی اعدادی غیر نسبتی اعدادی غیر نسبتی است یا گفته می شود خب اعداد غیر نسبتی کدام اعداد هستند که زبر مساوی می شود جذر دو جذر دو یک عدد غیر نسبتی است مثلا جذر سه یک عدد غیر نسبتی است خاطر از اینکه اگر ما جذر دو را اگر اگر جذر دو را دور از داخل جزر بیرون نماییم یک اشاری هم ترتیب اگه دادای متوالی میشه یعنی شامل سیتی اعداد تام نمیشه دوستا امی ترتیب جزر پنج امی ترتیب ای امی ترتیب پای اینا امثال هم از جمله اعداد غیر نسبتی است دو عدد مشهور و دو عدد ثابتی که در ریاضی زیاد استفاده میشه یکیش ای است یکیش پای دوستا در درس های بعدی در مورد ای و پای شما بیشتر معلومات حاصل میکنین ولی فعلا با به یادتان باشه ای و پای قیمتهای دارن. قیمت های مشخصی دارند قیمتی قیمت ای دو اشاری افت یک اش دو امی ترتیب ادامه داره و قیمت پای 3.14159 یک یک پنج نو امی ترتیب ادامه داره اینی دو عدد مشهور و پر کاربرد در است که به یادتان باشد که باز در بحث مقایسه اگر مقایسه شوه ای بزرگ یا پای بزرگ است ما میگیم پای از این که بزرگ است چون این سه اشاری یا ای دو اشاری است خب دوستای عزیز ای بود در بحث, ب... در بحث عداد نسبتی و سیتی عداد غیر نسبتی میاییم ادامه مسئله در قسمت سیتی عداد حقیقی سیتی اعدادی سیتی اعدادی حقیقی یا آر ستی اعداد حقیقی ستی عدادی است که از اتحاد اعداد نسبتی و غیر نسبتی ساخته شده از هرگاه هرگاه اعداد نسبتی و غیر نسبتی نسبتی را یک جا نماییم یک جا نمائم یک جا اعداد حقیقی اعداد حقیقی حاصل می شود аъдоди ҳақиқӣ ҳосил мешавад баъзи авқот аъдоди ҳақиқӣ итур савол мешавад ор масои мешаба کیو اتحاد کیو زبر طوری سوال میشه که تو از چهار گزینه یا از جوابی که برای ارائه کرده ای را باید انتخاب کنی اعداد اعداد نسبتی اتحاد اعداد غیر نسبتی ای اتحاد این یک جای کردنشان است خب انال اعداد حقیقی اعداد حقیقی از همه ست اعداد را که قبلا خواندیم بزرگتر خواهد بود یعنی ما اگر بگویم 4 بر سی در ست اعداد حقیقی شامل است بله جذر دو در سی تعداد حقیقی شامل است بله ایناله در ای قسمت جذر دو شامل سی تعداد نسبتی نیست و چار بر سه سی شامل سی تعداد غیر نسبتی نیست ولی هر دوی از اینا شامل اعداد حقیقی است خب ما اگر یک تعداد از اعداد را لست بکنم به این ترتیب منفی چار یازده بر دو جزری افت سفر شاریه چار امی ترتیب تمام اعدادی که قبلا خواندیم همه شامل سیتی اعدادی حقیقی است خب بعد از این ما میاییم ست اعدادی موهومی را خدمت حضورتان به معرفی میگیریم سیتی اعدادی سیتی اعدادی موهومی سیتی اعدادی موهومی سیتی اعداد موهومی یک سیتی اعداد است که نسبت به اعداد حقیقی یا نسبت به سایر ست اعداد را که قبلا خواندیم متفاوت است سه اعداد موهومی میگیم هرگاه هرگاه یک عدد منفی هرگاه یک عدد منفی تحت جذر جفت تحت جذر جفت قرار گیرد قرار گیرد اعداد اعداد موهومی اند یا اعداد موهومی است هرگاه یک عدد منفی با اشاره منفی تحت جذر جفت قرار گیرد اعداد حقیقی نیست بلکه اعداد موهومی است خب اعداد موهومی مثلا جذر منفی چار مثلا جذر منفی پنج مثلا جذر چارم منفی یازده و امثالهم هرگاه درجه جذر را در نظر بگیریم جفت تحت جذر اگر عدد منفی قرار گیرد امو شامل سیت عداد موهومی میشه در بحث سیت عداد موهومی ما در ختم معادلات یک بحث بسیار وسیع داریم در قسمت عداد موهومی که باز او قسمت بیشتر برای عداد موهومی شما خواهد آشنا شدی. فعلا کفایت میکنه که تو شما امی عداد موهومی و عداد حقیقی را تفاوت تفاوتشان بفهمین که اگر تحت جذر جفت اگر تحت جذر جفت اعداد مثبت قرار گیرد اعداد حقیقی است این جزء اعداد حقیقی است اگر تحت جذر جفت اعداد منفی قرار گیرد اعداد حقیقی نیست بلکه اعداد موهومی است خب ادامه از این مسئله یا ختم ستای اعداد سیتی اعداد سیتی اعداد مختلط است سیتی اعداد مختلط سیتی اعداد مختلط از جمله کاملترین کاملترین و بزرگترین ستی اعداد گفته می شود کاملترین و بزرگترین ستی اعداد ستی اعداد مختلط را معمولا به حرف سی نشان می تیم اعداد مختلط سی مساوی می شود به ای جمع بی آی ای جمع بی آی خب این سی عداد مختلط یعنی کمپلیت نمبر یعنی کاملترین ترین اعداد عداد سی مساوی است به ای جمع بی آی امی مف... چی مفهوم را ارائه میکند دوستا در اینجا A ای به معنای حقیقی است A به معنای حقیقی است یعنی اعداد حقیقی B آی به معنای اعداد موهومی است که ما قبلا برایتان گفتیم که اعداد موهومی را شما در ختم معادلات بخیر خیر بیشتر آشنایی پیدا میکنین ولی هرگاه آی آمد پیش روی اعداد یعنی نشان دهنده اعداد موهومی است مثلا اگر داشته باشیم سی مسایی میشه بر چار جمع دو آی قسمت حقیقیش چار است قسمت موهومیش دو آی است اگر نوشته کنیم سی مسایی میشه بر دوازده منفی افت آی قسمت حقیقیش دوازده است قسمت موهومیش منفی افت آی است که ما در بحث حساب یا در این قسمت نمیتونیم که به شکل کامل ما اینا را برای شما تشریح کنیم به خاطر اینکه ما یک بخش جداگانه ای داریم در ختم معادلات که در اونجا شما بیشتر با این موارد آشنا میشین فعلا یک جنبندی داریم از ست های اعداد ست های اعداد من قسمت استاد شدم دوستا که شما تخته را به صورت درست دیده بتانین های اعداد در درس دوم ریاضی ما های اعداد را از اعداد طبیعی شروع کردیم اعداد طبیعی، اعداد کامل، اعداد تام، امی ترتیب اعداد نسبتی، اعداد غیر نسبتی، اعداد حقیقی و اعداد موهومی و اعداد مختلط یا کلمه اگر مقایسه صورت بگیرد بزرگترین ست اعداد کدام ست اعداد است بزرگترین ست اعداد اعداد مختلط است در بق... قبل از مختلط قبل از مختلط بزرگترین ست اعداد اعداد حقیقی است فقط اعداد حقیقی مشکلی است که اعداد موهومی را ندارد اعداد مختلط خوبی شی است که علاوه زی که اعداد حقیقی را دارد اعداد موهومی را هم دارد پس ما در این قسمت درس خود را خاتمه میتیم انشالله که مورد پسند همه شما دوستا قرار بگیرد و به خوبی استفاده کنین از درسا تشکر از ایک وقت تان را برما دادین اوقات خوب و خوش داشته باشین خدا نگهدارتان